بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و على آله آل الله و على اعدائهم لعنت الله. عزیزان بیننده شبکه جهانی امام حسین علیه السلام، بینندگان برنامه تنفس صبح، سلام ما رو بپذیرید، سلامی صمیمانه و از سر اخلاص و ارادت. بی مقدمه آغاز میکنم تنفس صبح رو با موضوع امام معصوم کیست، و پایه و اساس این بحث روایتی است از حضرت امام رضا علیه السلام که این حدیث رو در جلسات پیش در محضر شما خواندیم و ادامه بحث رو باز در این برنامه خواهیم داشت. امام کیست؟ سخنی است که حضرت امام رضا برای ما اون رو باز میکنن و گستره معنا و مفهوم امامت رو برای ما مشخص میکنن. عزیزی که مجلس افروز امروز ما هستن، مثل جلسات پیش، جناب آقای محمد انصاری، نویسنده و پژوهشگری که در عرصه دین به ویژه ولایت، قدیر، امامت آثار مختلفی رو منتشر کردند، ما برای ایشون سلامتی آرزو میکنیم. استاد سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. حمد و سپاس و ستایش از آن خدای بی همتاست و با سلام و درود بر روان پاک خاتم انبیا محمد مصطفی و خاندان پاک آن حضرت. سلام عرض میکنم خدمت شما، عوامل برنامه، همه زحمت کشان، به خصوص سلام عرض میکنم خدمت همه بینندگان محترم برنامه، در خدمت هستم. آقای انصاری، این حدیث رو ما چند جلسه است در خدمت شما بودیم و از زبان شما شنیدیم با توضیحات و مطالبی که در حاشیه لازم بود طرح بشه طرح کردید، ما هم میان حرفای شما پریدیم. دوست داریم بحث رو ادامه بدید و ادامه روایت رو برای ما بخونید. بله، طبق جلسات گذشته این حدیث شما طی پاراگراف ها یا بند های عربیش رو میخوندیم که عرض کردیم خود کلام معصومی نوره و خواندنش باعث نورانیت همانند آیات قرآن. بعد هم ترجمهش لابلا هم توضیح اگر بود عرض شد که من خودم هم البته از فرمایشات شما استفاده عشان. کردم عشان. و اما بند دیگری از کلام امام که هر بندی رو هم با یک سر عنوان که چکیده اون بند بود عرض کردیم، امام مخزن علم الهی. ان الانبیاء والائمه یوفقهم الله و یعطیهم من مخزون علمه و حکمه ما لا یعطیه غیرهم. همانا پیامبران و امامان این گونه اند که خداوند آنان را موفق می‌گرداند. یوفقهم الله، خداست که توفیق به آنان می‌دهد و از خزانه علم خود و حکمتش آنچه به غیر آنان نداده به آنان می‌دهد. این همون علم لدنی که در اشعار بعضن اومده، در السنه عرف مشهور هست، منظور همینه. بزرگی می‌فرمود که این ضرب المثل ها، این چیزهایی که در میان عوام و عرف مشهوره، همه سخنان حکمت آمیزی است که دانایان به زبان ساده در لسان عوام گذاشتن و همه یا ریشه قرآنی، روایی یا حکمتی درش نهفته است. این علم لدنی هم که مشهوره یعنی همین، یعنی از جانب خداست، از جانب خود خداست که خود به این بندگانش که انبیا و ائمه باشن داده و به غیر نداده، یعنی خداوند میده. ولذا امامان ما اعتقاد ماست، حتی انبیا، مگه حضرت و یکلمون ناس فی المهد در گهواره که دیگه امکان نداره کسی بتونه دانا باشه، یا امامان ما که امام جواد در 7 سالگی یه بار دیگه مرز شد، در یک جلسه 30,000 مسئله رو جواب داد که علما در تفسیر این مطلب گفتن بعضا حضرت چندین سوال رو جمع می فرمود، شما بگو، همه رو با یک جواب جامع جواب می داد. یعنی
حتی به این شکل جوابم در سن 7 سالگی. سوالات اندیشمندان، بزرگان و همه امیرالمومنین که در آغوش پیامبر شروع کرد، قد افلح المومنون، قرآن خواندن، حتی کمتر این گفته میشه، تورات، زبور، انجیل، همه رو حضرت امیرالمومنین در یک روزگی یا 2-3 روزگی در آغوش پیامبر برای پیامبر تلاوت فرمود. این یعنی همین، خداوند این علم و عطا فرمود. این اعتقاد ما شیعه است. بله. اکتسابی نیست. حتی در جبه پیامبر اکرم اسلام که هست، نبی الامی، در هم در آیات هست هم در روایات، که اینم از اعتقادات ماست که خدا خواسته که پیامبر به ظاهر امی باشه. امی یعنی بی سواد، یعنی مصلحت خدا چنین بود که خواندن و نوشتن به حسب ظاهر پیامبر بروز نداد. استاد، ظاهرا یک قول دیگری هم درباره امی هست، منسوب به ام القرا. اما در سیره پیغمبر ثابت شده. بله، مثلا حضرت بله. خودش ننوشتن به امیرالمومنین میفرمود شعر نگفتن. حالا این خودش حکمت هایی داره. علما بله. صحبت کردن که خداوند میخواست قدرتش رو نشون بده که یه همچی شخصی رو خداوند میخواست از همجنس اون مردم باشن. حالا بحث مفصل، علما اینو بحث کردن اجمالا، ولی فقط این ظاهره. و الا پیامبر که عالم تمام، اصلا وقتی امیرالمومنین میفرماید انا عبد من عبید محمد، این لغو میشه اگر بگیم پیامبر مثلا نعوذ بالله علمش یا سوادش از امیرالمومنین. این حالا چه مصلحتی در ظاهر؟ خب آیه حضرت برای این مطلب میاره که خدا این علم رو داده، فی قوله تبارک و تعالی افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع اما لا یهدی الا ان یهدا فما لکم کیف تحکمون. عرض کردم در جلسات گذشته، هیچ جا انسان لطافت، ظرافت و زیبایی آیات قرآن رو مثل اون لحظاتی که امامان ما آیات رو در سر جای خودش استفاده کردن و استشهاد فرمودن، هیچ جا مثل اون انسان لذت نمیبره از قرآن خوندن. بله، به قدر زیبا تا به اینجا هم آیاتی خوندیم که چقدر زیبا امام رضا علیه السلام گاهی 3-4 آیه رو پشت سر هم دقیق سر همون جایی که جاش هست جاش باشه مشرف فرمودن. حالا اینجا میفهمد که خدا این علم رو داده، علمی که به اهل زمان، زمان اون امام یا پیامبر، به غیر نداده. این آیش، آیا کسی که به حق هدایت می کند مستحق تر است که پیروی شود، یا کسی که خود هدایت نشده مگر آن که هدایت شود؟ پس شما را چه می شود؟ چگونه حکم می کنید؟ کسی رو که خدا قرار داده برای هدایت و او به هدایت خدا هدایت می کند، آیا عاقل نمیگه که این رو من باید برگزینم؟ شاید که بگه خب این چه شد، این ادعا، خب ائمه انبیا نشون دادن، یعنی با همون اعتقاد ما که معجزه است. حضرت عیسی که در گهواره سخن میگه یعنی چی؟ یعنی اثبات این مطلب دیگه. این که حسیه، طفلی در گهواره سخن گفتن، یعنی این ما برای این طبیعته، این چیزیست خدا باید داده باشه. بله، خرق عادت، خرق عادت، معجزه، همون بحثی که در مسئله اثبات امامت و نبوت شده. امام جواد 7 سال وقتی 30,000 مسئله رو جواب میده، این دیگه هر عاقلی میفهمه که این شد امر ماوراء طبیعه، شد امر الهی. و قولیه عز و جل، این آیه رو بگم، سوره یونس آیه 35. آیه دیگر، و قولیه عز و جل و من یؤت الحکمه فقد اوتی خیرا کثیرا، سوره بقره آیه 269. و هر کس حکمت داده شود همانا خیر بسیار داده شده است. و قوله عز و جل فی تالوت، در ماجرای تالوت در قرآن هم هست داستانش، ان الله اصطفى علیکم و زاده بسطة فی العلم والجسم و الله یعطی ملکه من یشا و الله واسع علیم. یکی از چیزهایی که اهل بیت داشتن، استشهاد برای خود و مسائل امامت از انبیا بود. در مسئله مهدویت و پیشگویی های حضرت مهدی در خدمت حضرت عالی بودیم، خاطرتون باشه عرض شد یکی از سنن انبیا غیبت بود. اصلا از سنت های انبیا این بود که از قومشون غایب می شدن.
حضرت موسی دیگران زیاد بود موارد، اشاره ما بهش داشتیم. یکیش اینه که استدلال و استشهاد میکنن به فعل انبیای گذشته که چیزه، اینم برای عدم استبعاده، یعنی عجیب نیست. حالا در امام یه عده میگن مگه میشه، بابا سنتی بوده در انبیای گذشته، این هم هست. آقا مگه میشه خدا به کسی یه مرتبه علم بده؟ این قرآنه دیگه، قرآن که نمیتونیم رد کنیم. چی میگه قرآن؟ و کلام خداوند در مورد طالوت، همانا خداوند او را بر شما برگزید، ان الله اصطفاه. عجیبه که در قدیر تشکیک کنن، عجیب. اصلا این همه در قرآن داره میگه خدا او رو برگزید، خدا این گونه میخواست در مورد انبیای گذشته. و در علم و بدن او به وسعتی زیادتی بخشید، و زاده او بستتن فی العلم و الجسم، هم جسم او رو قوی کرد هم علم او رو. اتفاقا شبیه این در مورد حضرت بقیت الله هم هست که حضرت هم جسمن قوی هستن و هم علم که دیگه سر جای خودش هست. خب در پس این آیه رو حضرت میاره، یعنی بحث ثبوتی میگن به اصطلاح. پس اتفاق افتاده در مورد طالوت که حالا اونجور برجسته هم نبوده در امم گذشته بگیم مثل حضرت موسی و از اونجور نبوده طالوت، ولی به عنوان یه شخصیت برجسته علم و جسم او رو خدا این گونه خواست، نه خود طالوت بره تحصیل کنه. و خداوند پادشاهی خود را به هر کس اراده کند میدهد، و خداوند وسعت دهنده و داناست. و قال عز و جل لنبیه صلی الله علیه و سلم، خطاب به پیامبر در قرآن، و کان فضل الله علیک عظیما. اینم راجع به جد ما پیامبر. خداوند عز و جل به پیامبرش فرموده و فضل خداوند بر تو بزرگ است، یا بس بزرگ است بگیم. راجع به پیامبرم داره، خدا خواسته فضل و فضیلتی به پیامبرش عطا کنه، نه پیامبر بره تحصیل کنه. و قال عز و جل فی الائمه من اهل بیته و اطرته و ذریته. این ترتیب آیات رو هم دقت فرمودید، از امم گذشته حضرت شروع کرد به طالوت، به پیامبر، حالا در مورد اطرت. این ترتیب هم لطافتی توشه. و خداوند در مورد امامان از اهل بیت پیامبر و اطرت و ذریه و نسلش این گونه فرموده، یعنی حضرت فرمود این آیه در مورد ما امام هاست، دوازده امام. ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله. مصیبتی که اکثر دشمنان اهل بیت دچارش بودند. در روایات هم داریم یکی از عوامل دشمنی دشمنان ما اون حسد و غیظی است که در وجود این هاست. دشمنان میدیدن پیامبر میشیند و برمیخیزد از امیرالمؤمنین، از علی ابن ابی طالب میگه، هر روز گاهی در یک روز چند فضیلت از امیرالمؤمنین. اگر جنگ به دست امیرالمومنین فتح حاصل میشه، اگر هر روز میشستن و برمیخواستن. ولذا اینو ذهن حقیر رسیده که یکی از میدونید یکی از کارهای خلیفه دوم این بود که تدوین حدیث رو منع کرد و ضربه مهلک و بسیار خطرناکی رو به پیکره اسلام وارد کرد، که این بود این سنت سیئه تا حدود 100 سال که یکی از چیزها هم شمردن منع از تدوین حدیث. یکی از علتاش همینه، چون نگاه میکرد اگر قرار باشه حدیث پیامبر گفته بشه، نتیجهش میشد گفتن فضائل امیرالمومنین. بله، و تا 30 سال که دستورالعمل اکید بود، مجازات میشد، حتی اموی هم ادامه دادن. بله. تا عمر ابن عبدالعزیز و حالا چه مصالحی بود. یکیش اینه، چون میدید اگه قرار باشه حدیث بگن، اکثر احادیث میشه اعتقادات مردم، فضائل اهل بیت، فضائل امیرالمؤمنین. پس چارش چیه؟ کلا بگیم من از تدوین. بهانه‌اش هم قرآن بود. قرآن هست، بنا کتاب ما قرآن داریم دیگه. هست بنا کتاب الله، میخوام چیکار حدیث. این استدلال بود. بله. ام یحسدون الناس، این عرض میکردم، این حسد بود. ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله، فقد آتینا آل ابراهیم الکتاب و الحکمه و آتیناهم ملکاً عظیما، فمنهم من آمن به و منهم من صد عنه و کفا به جهنم سعیرا. سوره نساء آیات 54 و 55، قبلی هم نساء 113 بود.
و خداوند عزوجل در مورد امامان و اهل بیت او و خاندان او و نسل او فرموده است: آیا مردمان حسد می‌ورزند بر آنچه خداوند از فضلش به آنها داده؟ پس همانا به آل ابراهیم، که اشاره اینجا تفسیر شده یعنی اهل بیت و امامان، کتاب و حکمت دادیم و هم پادشاهی عظیمی به آنان دادیم، که این تفسیر شده به ظهور حضرت و بعد از فرج امام زمان، و از آنان کسی است که ایمان آورد و از آنها کسی است که از او روگردان شد، یعنی از مردم، نمیان به سمت اهل بیت و به جهنم آتشین بسنده کرد. این هم یکی از بندهای حدیث امامت در زبان امام هشتم علیه السلام. یک فرصت کوتاه بگیریم عزیزان بیننده، با ما همراه باشید. برنامه تنفس صبح هست از شبکه جهانی حضرت امام حسین علیه السلام. یا ابن زهرا بیا 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 بیا، یا ابن زهرا بیا 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 بیا، یا ابن زهرا بیا 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 بیا. منتظرم منتظرم تا فصل هم اهدی بیاد، بازار فقار هیدری صاحبمون مهدی بیاد. ای با وفا ارباب من، مهربونه مهربونا، پشت و پناه بی کسا، پهلوونه پهلوونا، تا که به نامت آقا جون رفیق و آشنا شدم، از همه جا از همه کس بریدم و جدا شدم. یا ابن زهرا بیا 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 بیا، یا ابن زهرا بیا 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 بیا، یا ابن زهرا بیا بیا بیا. بله آقای انصاری، در خدمت شما هستم. بقیه روایت رو بر ما بخوانید، من سعی میکنم کمتر فرمایش شما را قطع کنم. وقتی شدم اگر خواهش شما میکنم. کمک کنید، دوست دارم که بیشتر حدیث بشنویم. بند بعدی از این حدیث سراسر نور با عنوان سینه فراخ امام یا سینه گشاده امام، بعد از این که حضرت فرمود خداوند بعضی رو برمیگزینه برای اینکه علمش رو به اونها بده، حکمتش رو به اونها بده، حالا در توصیف اون شخصیتی که برگزیده شده میفرماید: و ان العبد اذا اختاره الله عز وجل لامور عباده شرح صدره لذلك و اودع قلبه ینابی الحکمه و الهمه العلم الهام. همانا آنگاه که خداوند عزوجل بنده ای را برای امور بندگانش اختیار کند و برای این علم و حکمتی که گفتیم اختیار کند، سینه اش را برای آن وسعت می دهد. یکی از چیزهایی که در امور تبلیغی، حالا در هر جایی، ممکنه یک جوانی باشه در میان همسن و سالاش باشه، ممکنه هر حال در هر زمینه تبلیغی، یکی از چیزهای بسیار مهم گشادگی سینه است. بله. صبر و تحمل، حلم و بردباریه، و رضا داره که پیامبر، حالا اون که بماند و اصطلاح و تمام کار و اخلاق، کلی از مردم رو پیامبر با اخلاق، ماجرای مرد مشرکی که هر روزه می آمد بر سر پیامبر، چیزهای نامطلوبی می ریخت، خار سر راه پیامبر می ریخت، حالا یهودی گفته شده، جور دیگه هم گفته شده، یکی دو روز نیامد، پیامبر سراغ گرفت، گفتن آقا مریض شده تو خونه افتاده، اصحاب جمع کرد فرمود بیاید بریم به عیادتش. رفتن به عیادتش که داره این مرد ترسید، به همسرش گفت در رو باز نکن، در نقلی داره اینا با اصحابش اومده حالا که من ضعیف شدم. گفت نه، آمدن به عیادتت. حضرت آمد نشست، این برخورد منقلب شد از اصحاب پیامبر و مسلمان شد. و زیاد دیگه در اخلاق پیامبر، در اخلاق معصومین، یه مورد از امام مجتبی که مشابهش از حضرت موسی بن جعفر هم هست نقل کردیم، که مرد شامی آمد چند دوشان داد.
ولی آیه اظهری نقطه ظریفی که اینجا وجود داره، انک لعلی خلق عظیم، خداوند سبحان کلمه عظیم رو درباره مثلا آسمان ها و زمین و خیلی چیزهای واقعا بزرگ و بزرگتر از حد تصور به کار نبرده، برای او کوچیکه، ولی اخلاق پیامبر رو عظیم میدونه. بعد تصریح داریم و ما متاع الدنیا الا قلیل، الا قلیل، یعنی دنیای متاع دنیا بله همش قلیل در نظر خدا. آره. اما دنیای به این عظمتش پیش خداوند پشیزی اصطلاحا نمیارزد، اما اخلاق پیامبر عظیم است. از طرفی هم ما فرمان داریم که تخلقو به اخلاق الله. بله، رابط کنار همه چی برداشت بکنیم. از خداوند یک چیز رو یاد بگیرید، از پیامبر یک چیز رو، از امام یک چیز رو، بعضی جاها سه چیز رو مختلف هست. از خداوند سرنگهداری رو یاد بگیرید، ستارالعیوبی رو. از پیامبر مدارات و ناس، مدارا کردن با مردم رو بیاموزید. اینا خیلی در آموزه ها آمده. بله. حالا بله. پس فرمود خداوند وقتی بنده ای رو برای این مقام برمیگزینه، سینه اش را برای آن وسعت میدهد و سرچشمه های حکمت را در قلب او به ودیعه میگذارد و علم را به او به الهامی خاص الهام میکند. تحصیل کنه و مثلا بگیم امام، حالا این افکار رو روشن، هوش سرشاری داره که جزو نوابقه. نه، علومی که امام داره اصلا ربطی به نابغه بودن و در تصور نمیتونه بگنجه اصلا این علوم. یعنی صدها نابغه، هزارها نابغه نمیتونن به این درجه برسن. امکان علوم بیولوژیکیش اصلا نیست که بخوان برسن به این مسئله. بله. خب وقتی یه همچی الهامی شد، یه همچی سینه فراخی شد، نتیجهش چیه؟ اینه: فلم یعیه بعدهو به جواب ولا یحیر فیه عن الصواب، که پس از آن در جوابی در نمی ماند و در آن از درستی حیران نمی ماند. همون کلامی که مضمون این میدونید کجاست؟ شش یا هفت بار امیر المؤمنین فرمود سلونی قبل ان تفقدونی. و جالب اینجاست، شش یا هفت نفر همین جمله رو تکرار کردن به خیال اینکه ادای امیر کلام رو در بیارن. بله. امیر صاحب ذوالفقار. و هر کدام، اینو دقت کنم بینندگان، این معجزه خداست، به پست‌ترین شکل مفتزه شدن. یکی گفت سلونی قبل ان تفقدونی، یکی از این به قول استاد ما که تفلک‌های ریشدار، زنی از پشت پرده. ببینید میشد یک عالمی جوابشو بده، زنی از پشت برده. این که زنی میگم یه وقت جسارت نباشه، اون زمان خب خیلی جایگاه پایین بود، جایگاه بانوان. اگه یک زن جواب یک کسی رو میداد خیلی براش افت داشت، شکست بود. گفت به من یک سوالی کرد ازش در مورد، اونش یادم الان فراموش کردم در چه موردی بود، در موند از جواب. برای اینکه کم نیاره گفت تو زن اگر با اجازه شوهرت بیرون آمدی لعنت خدا و ملائک بر شوهرت، اگر بی اجازه شوهرت اومدی لعنت خدا و ملائک بر تو باد. جوابت بده در حالا حالا همین جوابش. خانم برگشت گفت ببینم عایشه با اجازه همسرش آمد به جنگ امیرالمومنین یا بی اجازه همسرش؟ اگر میگفت بی اجازه که خب همون حرف خودش میشد که لعنت خدا، اگر میگفت با اجازه همه میخندیدن. اون هم راجع به زنان پیامبر که خدا میفهمه و قرن فی بیوت خودنا. نمیتونست میدونستن همه پیامبر که اجازه نداده بود بیا به جنگ علی ابن ابی طالب. همونجا میگه از منبر آمد پایین، شبانه از اون شهر رفت، به صبح نذاش برسه. بله. دیگری گفت هر کدام، یکی گفت سلونی قبل ان تفقدونی، داره که نوجوانی برخاست گفت جهاز حازمه مورچه در قسمت جلوی بدنشه یا قسمت عقب بدنش؟ مورچه دو قسمت داره، یک بندی متصل کرده. به حضرت امیر هم درباره مورچه سخنانی داره. بله، خیلی زیبا سخنانی داره. در مقابل همه، حالا نمیدونم از لحاظ علم پزشکی چقدر، شاید جهاز هاضمه خودش همون زمان این شخص نمیدونست کجاست، توی مورچه کجاست. در ماند، آمد پایین و رفت. شش هفت مورد داریم ندانستند که این فقط کلام امیر الکلام، امیر صاحب ذوالفقار هست که میتونه بگه سلونی
قبل ان تفقدونی، و سرش این است که سلونی حضرت متعلق سوال ندارد. سلونی عن الطب، سلونی عن الفقه، سلونی عن کیمیا یا شیمی امروز، سلونی عن طرق سما، سلونی عن الله، عن النبی، هیچ متعلقی ندارد. اصلا حضرت امیرالمومنین یک آیه توحیدیه، یعنی کسی وارد زندگی حضرت امیر بشه و مطالعاتی بکنه، حالا اینجوری بگیم از سایه در واقع اندازه بگیره، و الا خود حضرت امیر که غیر قابل شناخت است، بی تردید به توحید میرسه که به علی شناختم من به خدا قسم خدا را. بفرمایید. وقت مظلومیت حضرت رو ببینید، این همه حضرت فرمود سلونی قبل ان تفقدونی، یک بار یه نفر برخواست، سعد ابن ابی وقاص گفت بگو ببینم در سر و صورت من چند تا مو وجود داره. چه جواب قشنگی آقا داد. حضرت هم جوابی داد دندان شکن که فرمود به فرض من گفتم دلیل بر اثبات ندارم و تو چگونه میخوای صدق منو بفهمی؟ نمیتونی بشینی بشمری یکی یکی، ولی همینقدر بهت بگم تحت هر موی تو و در بن هر موی تو و ریش تو یک شیطان خوابیده و الان در منزل یک سخلهی، یک بزی داری، بزغالهی تقریبا در عربی میشه داری، که در آینده در کربلا پسر من حسین رو به قتل میرسونه، که همین پسرش عمر ابن سعد. بله آیه انصاری، ببینید انسان چقدر در معرض تغییر و انحراف، حتی گاهی وقتا به عکس در معرض رشد هست. یکی میبینید مثل حر به لحظاتی چند زیر رو میشه و حری که در عزیز ذلت و پستی بود یک باره به اوج و چکاد ارزم به حضورتون قرب میرسه. از طرف دیگه میبینید همین سعد ابن ابی وقاص در اسلام اولین تیری که شلیک شد مال سعد ابن ابی وقاص بود، که در جنگ بعد تیر رو گذاشت توی کمان، زهر رو کشید، گفت همه شهادت بدید، به رسول خدا هم بگید که اولین تیر در راه اسلام رو من زدم. در حالی که در قضیه کربلا همین بزغاله او سعد ابن خودش اصلا زندگی تاریکی، خودش که چقدر خون به دل امیرالمومنین. بله رومان یک صحابی بزرگ رفته بود کنار، میگفت من تقوا پیشه میکنم، حق با علیه، حق با معاویه است. این خیلی یه ضربه بزرگیه، حتی در توحیدش تردید شد، تحت تأثیر افکار مانوی و زرتشتی قرار گرفت در یک دورانی و خیلی مسائل دیگه، چونشون خیلی جهان رو گشت، جهان آن زمان رو ایران بوده، سواحل رو مختلف دیده، جاهای مختلف بوده، کار نداریم. در روز عاشورا پسر او عمر ابن سعد، همون بچه بزغاله‌ای که در خونه داشت و حضرت امیر بهش اشاره کرد، تیر رو گذاشت توی کمان، کشید و گفت همه شهادت بدید پیش حاکم کوفه عبید الله ابن زیاد که اولین تیر رو من زدم. ببینید کجا به کجا رسید. بله اصلا اینها رو خداوند آیات روشن برای ما گذاشته، اگر اهل خرد باشیم همین قضایا رو اگر ما دنبال بکنیم به فراوانی مثلش رو میبینیم در تاریخ، که فردای قیامت خداوند با اینا احتجاج میکنه، میگه من اینا رو مگه بر شما نذاشتم؟ در خدمتتون هستم. بله این مظلومیت امیرالمومنین رو میگفتیم که میان همچه افرادی این نهج البلاغه رو تعبیر میکنن، آهیست که از نای امیرالمومنین خارج شده. فوالله لو سنیت لی الوساده و جلست علیها لابتیت اهل التورات به توراتهم حتی یقول صدق علی فیه و ما کذب و ابتیت اهل الانجیل به انجیلهم حتی یقول صدق علی فیه و ما کذب و ابتیت اهل الفرقان او القرآن به قرآن هم حتی یقول صدق علی فیه و ما کذب. مگر حضرت امام رضا این کار را نکرد؟ بله. فلولا آیت فی کتاب الله یمحو الله ما یشاء و یثبت لاخبرتکم به علم ما کان و ما یکون و ما هو کائن الى یوم القیامه. دیگه این ترجمه رو پیشکش باشه. آخرش حضرت فرمود سلونی قبل، یکی از جاها اینجاست که فرمود سلونی قبل ان تفقدونی. این مظلومی امیرالمومنین از این بحث اجازه بفرمایید اینو هم بگم، زبان عربی از دو چیز نمیتونه بی نیاز باشه، یکی نقطه، یکی همزه. شما الان نگاه بکنید، با اینکه زبان فارسی جزو زبان‌های عربی است مثل اردو و فارسی و
ترکی. ولی بدون نقطه خیلی سخته، آدم میتونه یه جمله بنویسه. اگر هم بنویسیم به اینون نشون بدیم ببین ما چه فضلی داریم. روزی در جایی صحبت بود، حضرت امیر هم اونجا بود، که بله زبان عربی چنینه و فلان و فیسان حرفا، بدون نقطه نمیتوان حرف زد. حضرت امیر بلند شدن سخنرانی کردن، خطبه خواندن بدون نقطه، همه واقعا شگفت زده شدن. و تا به امروز که 1400 سال از قضیه میگذره، ادیبان و سخنوران و نویسندگان در موندن که چجور میشه آدم ارتجالاً و فی البداهه چون این صحبتی بکنه. گفتن بدون همزه هم زبان عربی، الان گاهی وقتا آدمایی که عربی بلد نیستن میخوان عربی حرف بزنن، اول هر چیزی ال میذارن، یعنی همزه خیلی مهم. حضرت امیر بلند شدن و باز خطبه ای خوندن بدون همزه. اینا توانایی های امیر سخن، امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب هست. بله. و علم را با الهامی خاص به او الهام میکند که پس از آن در جوابی در نمیماند و در آن از درستی حیران نمیماند. و هو معصوم مؤید موفق مسدد. و او معصوم، همون اسمت کبرایی که ما میگیم، و تأیید شده و موفق و استوار گشته است. قد امن، قد امن الخطايا و الزلل و الاسار، که از خطاها، لغزش ها، سقوط ها در امان است. یخصه الله عز و جل بذالک لیکون حجته علی عباده. بحثی که اول شروع کردیم که امام قرار جانشین باشه، قرار حجت خدا بر زمین باشه، که با او خدا حجت رو تمام کنه، که قیامت به همه بگه من حجتم رو تمام کردم. یه همچی شخصیتی امام. خداوند عزوجل او را به این مقام اختصاص می‌دهد تا محبت او بر بندگانش باشد، یعنی نشانه رحمانیت او، حجت او، بله، تا حجت او بر بندگانش باشد و شاهد او بر خلقش و شاهده او علی خلقه. اینکه می‌فهمن امام رحمت للعالمین واقعا. و بعد اینجا آیه حضرت فرمودند ذالک فضل الله یعطیه من یشاء و الله ذو الفضل العظیم. سوره حدید آیه 21، سوره جمعه آیه 4. یه بار دیگه این آیه رو دو مرتبه حضرت استفاده کردن که این فضل خداوند است که به هر کس بخواهد میدهد و خداوند صاحب فضل عظیم است. این هم بندی دیگر، یک بند دیگه فقط مونده از این حدیث. بله، دارم وقت ما دو سه دقیقه وقت داریم، اگر میتونید این رو که 10 دقیقه پایانی رو اختصاص بدیم به حرفای، فکر میکنم اگر بذاریم سر اون 10 دقیقه بهتر باشه. چشم عزیزم، با ما همراه باشید، یک فرصت کوتاه میگیریم و در خدمت شما هستیم. بله، بسیار عالی است جناب آقای انصاری. بفرمایید آخرین بند از این حدیث مبارک و نورانی رو برای ما بخونید. شاید روزی تونستیم در خدمت شما حدیث نورانیت رو شما. بله، آخرین بند و آخرین عنوانی که برای این حدیث بنده قرار دادم، قدرت انتخاب ندارند. یه بار دیگه حضرت قول ما یه جمع‌بندی فرمودن از این که پس معلوم شد هیچ کس قدرت انتخاب نداره الا الله، خداوند فقط میتونه انتخاب. بذارین من سربسته بگم، در سخنی طولانی از حضرت امیر به یکی از اصحاب فرمودن فلانی، انما هی نبوتون و رسالتون و امامه، در خدمت شما هست. فهل یقدرون علی مثل هذا فیختارو. خیلی زیباست این نکته. پس اونجا اگه گفتیم انکاری بود، استفهامشون بود. بله، یعنی حضرت میفرماید استدلال عقلی ها، بله، نمیگه تعبدی از من قبول کن. ببینید
پس امام یه همچی شخصیتیه، عصمت باید داشته باشه، خدا باید علمی رو به او عطا کند. خب بشر از کجا میتونه تشخیص بده خدا به کی عصمت داده به کی علم داده؟ نه واقعا راه تشخیصش چیه جز این که نبی خدا بیاد برای ما بگه خدا به این بعد از من علم و حکمت و جانشینی حجت اللهی رو تفویض فرموده؟ یعنی خود حجت قبلی باید اعلام کنه، بلا بشر از کجا میخواد به قول اون بنده خدا اگر قرار باشه از مدعی بپذیریم، مدعی الا ماشاءالله هر کی سر بر میداره، مثل متاسفانه زمان اخیر که بابیت و بهاییت، خوب اینم اومد ادعا کرد دیگه، از کجایی که این نباشه. پس باید نبی خدا اعلام کند که حالا خود نبی معجزات داره، دلائل داره، وقتی تثبیت شد این است حجت الله و نبی الله، بله. این است خاتم الانبیا. درست. فقط او میتواند بگه که خدا پس از من چه کسی رو حجت قرار داده. بله درست. و حجتی که پیامبر معرفی میکنه که امیرالمومنین، او میتوانه بگه چه کسی بعد از من حجته. اون حجت بعدی نه عقل ناقص ما و هیچ کس غیر از اونا، حتی خود اونها هم ادعا ندارن من تشخیص دادم. به حل مجرا تا امام زمان، تا امام زمان که امام زمان هم فرمودن فرجعو. بله فرمود قد وقعت الغیبت تامه، همون دستوراتی خودشون، بله، که به روات احادیث ما مراجعه. او یکون مختارهم به هذه الصفه فیقدمو، این یه باز لطافت دیگه، یه اشاره حضرت میکنه به یه تجربه ای. آیا قادر به مثل چنین کارهایی هستند تا او را، یعنی امام را، اختیار کنند، یا اختیار شده اشان به این صفت باشد تا او را پیشوا قرار دهند؟ چه تضمینی دارن؟ اگه بارها و بارها به قول ما سرشون به سنگ نخورد مردم، انتخاب داشتن دیدن اشتباه شد، کسی رو برگزیدن دیدن باز هم اشتباه شد. تعدو و بیت الحق و بیت الله الحق و نبذوا کتاب الله وراء ظهورهم کأنهم لا یعلمون و فی کتاب الله الهدى و الشفاء، قسم به خانه حق خداوند ستم نمودند. تعدو و بیت الله الحق و کتاب خدا را پشت سر خود انداختن. حضرت میفرمان با این آیاتی که من خوندم، این که قرآنه، یه حرف خود من نیست، با این آیاتی که من خوندم هر عاقلی به همین نتیجه میرسید، اینها دانسته کتاب خدا را پشت سر انداختن، گویا آنها نمیدانند در حالی که در کتاب خداوند هدایت و شفاست. فنبذوه و تبعوا اهواءهم، پس آنان آن کتاب را به کناری انداختند و هواهای خود را پیروی کردند. بله. در واقع حضرت می‌فرمایند که اینا همه به قول ما حرفه، که مثلا اونها عقیده‌شون اینه، اونها عقیده‌شون، یک جمله این وسط، متابعت هوای نفس، یعنی دوست داشتند که از هوای نفس پیروی کنند. اصلا مگر غیر از این هست که حوادث تاریخی را وجود آورده؟ هر جا که نگاه بکنید همین بوده. فزمهم الله و مقتهم و اتعسهم، خداوند هم آنها را سرزنش نموده و آنها را مورد بغض قرار داده و هلاکشان نموده است. فقال عز و جل، آیه قرآن، و من اضل ممن اتبع هواه بغیر هدى من الله ان الله لا يهدي القوم الظالمين، سوره قصص آیه 50. و چه کسی گمراه تر از کسی است که از هوای نفس پیروی می کند بدون هدایت از جانب خداوند؟ همانا خداوند قوم ستمکاران را هدایت نمی کند. و قال عز و جل، فتأسن لهم و ازل اعمالهم، هلاکت برای آنان باشد و عملهایشان به بیراه رفته است، سوره قصص آیه 50 بازد. و قال عز و جل، کبر مقتن عند الله و عند الذین آمنوا کذالک یتبع الله علی کل قلب متکبر جبار، سوره محمد آیه 8. این کار خداوند و کسانی که ایمان آورده اند را سخت به خشم می آورد. بله. این کار خداوند، بله، و کسانی که ایمان آورده اند را سخت به خشم می آورد. این چنین خداوند بر هر قلب با تکبر و سرکش مهر می زند. بله. اینجا تمام شد حدیث پر نور و مفید، واقعا مفیدی که عرض میکنم، واقعا انسان میتونه ازش استفاده کنه، اصلا به عنوان دلایل عقلی.
از زبان گوهربار امام هشتم علی ابن موسی رضا علیه السلام. خب یک مؤخره ای هم علی القاعده باید داشته بله. باشید برای ما. این یک دور خواندن حدیث با ترجمه با یک خلاصه توضیح بسیار مختصر، حاشیه بسیار مختصری بود. و اما دو بخش اینجا تدوین شده که فرصت نیست ما بخوام به تفصیل راجع به اونا بگیم. بله. من سعی میکنم سر عنوان هاشو برای بینندگان و محترم عرض کنم. بله. یک بخشی هست به عنوان روند حدیث امامت، اینی که امام هشتم با چه روندی در حدیث پیش رفته. دوم موضوعات امامت در کلام رضوی است، یعنی موضوعاتی که ما میتونیم از این حدیث استفاده کنیم به ترتیب حروف الف با، یعنی موضوعات رو عرض میکنم. میتونیم تو هفت دقیقه این مطالب رو بشنویم تقریبا. من فهرست بار فقط میگم که بینندگان شاید به هر حال اونایی که اهل دقت باشن اگر دقت بفرمایند از لابلای اینها میشه یه چیزایی رو استنباط کرد و برداشت کرد. یکی روند حدیث امامت هست، خودباوری مردم که ابتدا این که چقدر مردم باور اومده، خودشون عقولشون باورشون اومده، برخورد اولیه امام چگونه بود، قرآن و ولایت، امام اول قرآن رو با ولایت یه مقایسه فرمود، طعنه بر دشمنان، امامت و ظلم، سلسله امامت، بلندای مقام امامت، گام فراتر که از بلندا هم بلندتر، نور امام، اثر و آثار امام در دنیا چی هست، صفات و خصایص امام چی هست، ناتوانی همگان بدون استثنا در انتخاب امام، امامت در مقابل زلالت، نسل فاطمی و جامعیت امام معصوم. اینها روندی بود که امام هشتم به صورت پله پله پیش آمد در حدیث امامتش. و اما موضوعاتی که میشه استفاده کرد از حدیث امامت در کلام رضوی حدود 53 موضوع هست به ترتیب حروف الف با. من عرض میکنم که اینها در این حدیثی که خواندیم آمد، همه بیان شده بود و تک تک این موضوعات به صورت مضمونی یا وقایع تاریخی در گفتار و رفتار اهل بیت ما آمده. یعنی فقط حدیث امام هشتم نیست، در روایات دیگه هم همین مضامین آمده که اینا همه استخراج شده با آدرس های مفصل موجود هست، دیگه فرصت اجازه نمیده ما بخوام تک تک اشاره بله. کنیم. اینا رو من فقط فهرست بار اگه اجازه بدید شروع بچه. کنم به خواندن. آیات امامت، ارتداد مردم بعد از پیامبر که یکی از ابحاث بسیار مفصلی هست. بله، که انشاءالله به زودی برنامه تنظیم میکنیم درباره همین موضوع، آیا مردم بعد از پیامبر مرتد شدن؟ ارتد الناس بعد رسول الله. و این مرتد شدن منظور ارتداد فقهی است؟ بله، خیلی بحثش مفصله. بله. چقدر روایت داریم، چقدر صحیحه، خیلی مفصله. اکمال دین و تمام نعمت، امام پاسدار دین، امام پناهگاه بندگان، امامت امری الهی، امامت انتصابی است که تقریبا لازم ملزوم همان، امامت برتر از نبوت، امامت کمال اعمال، تمام کمال اعمال همگان به اینه که به امامت اعتقاد داشته باشند. این دوتاشون آیه های صریح دارن. بله، اینی جایل که ناس اماما و اون یکی اکمل تو لکم دین و کمعتمم که در واقع نست. بله، روایات هم که مفصل داریم که بله. اعمال فقط با ولایت و امامت قبول. امامت نظام دین و مسلمانان، امامت و اسلام و رابطه این دو با هم، امامت و صلاح دنیا، امام راهنمای همگان. یکی از خصلت های امامان ما اینه که دلسوز همگان بودن، حتی خارجین از دین اسلام، حتی به اونا هم دلسوزی میکردن. دلسوز همگان هست امام معصوم. امام شاهد بر خلق، امام قائم به امر خداوند، امام ناصح بندگان، امام واجب الاطاعه، امام و اقامه حدود، امامت عزت مؤمنان و مسلمانان، امام و حلال و حرام، امام و سرزمین اسلامی. بعد طبق الفا دیگه میریم پایین تر، انحصار امام، انحصار امامت در اهل بیت علیهم السلام،
بلندای مقام امامت، پاکی امام که همون بحث عصمت هست، بی همتایی امام، تشبیه امام، جامعیت قرآن در این حدیث درش بحث شده، جدایی از امام و کسی که جداش از مقام امام امامت به کجاها که نخواهد رفت، جهالت مردم در امر امامت، حسد مردم به امام، یا بگیم بهتر حالا عموم نگیم، حسد دشمنان به امام، امامت حضرت ابراهیم علیه السلام، حلم امام، ختم نبوت به پیامبر، یکی از چیزهایی که در این حدیث اومده خاتمیت هست مطرح شده، دعوت امام، ذریه حضرت ابراهیم، رد بر کتاب خداوند که چه آثاری خواهد داشت، هر کس رد بر کتاب خدا بکنه، زمین از حجت الهی خالی نیست، زهد و عبادت امام، سیاست امام، ظلم و امامت، عصمت امام، عظمت مقام امامت، علم امام، قدیر و حجت الوداع، در قدیر اشاره فرمود به قدیر، فضل خداوند بر پیامبر، مذمت مردم، مقام امام اکتسابی نیست، مقام خطیر امامت، منزلت امامت، مهربانی امام، نسب و حسب امام، نور امام و نیروی امام. اینها موضوعاتی است که موضوعاتی میشد استخراج کرد و تک تک در حدیث آمده، بعضن یه جمله، دو جمله، بعضن یه پاراگراف، این موضوعات هم میشه استفاده کرد و عرض کردم همه موضوع یابی شده، مضمون یابی شده، واقع یابی شده در جاهای دیگه و با آدرس های مفصل. یه فکر میکنم همین گفتن سر عنوان هاش فعلا کافی باشه. من نمیدونم دیگه. بله، متشکرم. ممنونم از لطفتون که به ما وقت دادید، در این برنامه شرکت کردید. ما بحث حضرت عالی رو همینجا میبندیم که درباره امام و امامت بود و امیدوارم که انشالله در آتیه باز هم در خدمت شما باشیم. از شما هم بینندگان عزیز تشکر میکنم که برنامه ما را دنبال کرده اید. برنامه تنفس صبح از شبکه جهانی امام حسین علیه السلام. شبکه امام حسین میکوشد مباحث دینی رو به صورتی صریح و عمیق تقدیمتون کند، باشد از این ره گذر ما نیز پاداشی برده باشیم. عزیزان با ما در ارتباط باشید، حتما و حتما و حتما به وسیله SMS، به وسیله ایمیل و حتی تلفن تماس بگیرید و نظرات خودتون رو برای ما بگید. همین الان این کار رو بکنید که ما بر اساس نظرات شماست که برنامه سازی میکنیم. موضوع دیگر این که بعضی از دوستان و محبین اهل بیت میکوشند که به گونه های مختلف مدد برسونن به شبکه، و شبکه امام حسین هم مثل یک مسجد و حسینیه پذیرای این مددها و کمک ها هست. در اینجا وظیفه خودم میدونم از آقای سیستانی تشکر کنم، از استان خوزستان که تقبل کردند هزینه حمل و نقل کارشناسان این برنامه رو به عهده بگیره به صورت ماهانه، و قصدشون از این کار ضمن اینکه رضای خدا رو مد نظر داشتن، قصد اساسشون این بود که برای شادی روح همشیره تازه گذشتشون خانم سیستانی ثوابی رقم بخوره. شما هم میتونید از این کارهای خیر انجام بدید. ما پذیرای این امور هستیم. التماس دعا و خدا نگهدار.